به نام خدا. سلام بر همراهان آوای ایران. در این بسته خبری تحلیلی با سه خبر همراه شما هستیم. نایب رئیس مجلس ایران خواستار حاکم شدن طولانی مدت نظام پارلمانی در کشور شد. ایران: بازرس آژانس هم میتواند عامل خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز باشد. و زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت امام‌علی بازداشت شد. لطفاً پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که باید در ایران نظام پارلمانی برای مدت طولانی حاکم شود، زیرا مجلس اکنون نمیتواند از ابزار سوال و استیضاح برای پاسخگو کردن دولت استفاده کند. امیر حسین قاضی زاده هاشمی روز یک شنبه 16 شهریور به خبرگزاری ایسنا گفته که مجلس اکنون نمیتواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند. رئیس جمهوری نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمیتوان به راحتی سراغش رفت. او ساقط کردن کابینه را حسن نظام پارلمانی دانسته و در انتقاد از ساختار سیاسی در ایران گفته است: ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم، اما با شرایط کنونی اگر سراغ هر کسی برویم بحران سیاسی ایجاد می شود. در نظام پارلمانی ریاست قوه مجریه بر عهده نخست وزیر منتخب مجلس است و نه رئیس جمهوری منتخب در انتخابات سراسری با رأی مستقیم مردم. نخستین بار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به طور رسمی ایده تغییر نظام پارلمانی به ریاستی را مطرح کرد. او 24 مهر 1390 در جریان سفر به کرمانشاه گفت: اگر روزی در آینده احتمالاً دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد. سال 98 گروهی از نمایندگان طرحی برای تغییر قانون اساسی در این زمینه ارائه کردند که به امضای 151 نماینده نیز رسید، ولی این طرح به دلیل اظهارات تازه رهبر جمهوری اسلامی کنار گذاشته شد. آیت الله خامنه ای روز اول خرداد سال 98 موضع خود را در این زمینه تغییر داد و گفت: نظام پارلمانی که درباره آن بحث شد، ما مفصل در مجمع بازنگری قانون اساسی آن را بررسی کردیم و نتیجه این شد که مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است. او ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی را خوب و فاقد ایراد توصیف کرده بود، ولی گفت که این ساختار را باید کم و زیاد کرد، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی به صراحت با ایده نظام پارلمانی مخالفت کرده، ولی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بر نظر خود اصرار کرده و گفته است: مجلس اکنون نمیتواند به خوبی از ابزار سوال و استیضاح استفاده کند. او که از جمله نمایندگان منتقد دولت روحانی است افسوده است: این مسئله به خاطر این است که اکنون ما سراغ هر وزیری برویم یک برخورد با رئیس جمهوری صورت میگیرد، اما اگر کابینه در اختیار نخست وزیر منصوب مجلس باشد این فرسایش ها وجود نخواهد داشت. مجلس 11 که از خرداد امسال آغاز به کار کرده است، در دو ماه گذشته روی کردی تهاجمی را نسبت به دولت اتخاذ کرده و دولت حسن روحانی را که سال آخر خود را می‌گذراند به سوء مدیریت و بیکفایتی به ویژه در امور اقتصادی متهم کرده است. نمایندگان مجلس همچنین طرح سوال از روحانی را پیگیری می‌کنند. پیشتر برخی نمایندگان از طرح سوال فراتر رفته و خواستار استیضاح رئیس جمهوری شده بودند، ولی به دنبال مخالفت تلویحی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این درخواست منتفی شد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از شناسایی عوامل خرابکاری در حادثه نطنز توسط دستگاه‌های امنیتی خبر داد، اما از بیان جزئیات بیشتر خودداری کرد. پیش از این برخی رسانه‌های خبری از احتمال انجام حملات سایبری به تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر داده بودند و برخی کارشناسان امنیتی نیز از احتمال بمب‌گذاری در این تأسیسات سخن گفته بودند، ادعاهایی که در آن مقطع نه تایید شد و نه تکذیب. حال باز هم سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ارائه اطلاعات دقیق تر در خصوص کیستی عوامل خرابکاری و روش آنها را به مقام‌های امنیتی احاله کرده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا افراد بازداشت شده در داخل و با هدایت و سناریویی از خارج عملیات خرابکاری را انجام دادند گفت: اینکه جزئیات این اتفاق چیست را نمی‌دانیم، تا اندازه‌ای به ما گفته شده، ولی چون مسئله در حال پیگیری است از صحبت بیشتر در این خصوص معذوریم. رسانه‌های خبری بامداد روز 5
پنجشنبه 12 تیر از وقوع حادثه در یکی از سوله‌های در دست احداث تأسیسات هسته‌ای نتنز خبر داده بودند. آقای کمالوندی هدف عوامل خرابکاری را در سایت نتنز ضربه زدن به بخش تولید مواد غنی شده عنوان کرده است، اقدامی که به گفته این مقام ارشد ایرانی با ناکامی مواجه شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده بود، با تایید این خبر که تأسیسات هسته‌ای در ایران بارها با حملات سایبری مواجه بوده است گفت که آنها توانستند این حملات را دفع کنند. او در ادامه گفت تعداد زیادی خرابکاری سنتی داشتیم و از موارد زیادی که کشف کردیم نمایشگاهی داریم. با وجود این آقای کمالوندی بدون آنکه از افراد جاسوس یا کشورهایی که در صدد جاسوسی از صنعت هسته‌ای ایران بودند نامی ببرد گفت کشورش در راه مقابله با این اقدامات موفق بود است. هرچند سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه به نکته مهم اما مبهم در خصوص ویژگی‌های جاسوسان اشاره می‌کند. او فقط از نقشی که بازرسان آژانس انرژی اتمی می‌توانند در رابطه با اقدام‌های جاسوسی داشته باشند ابراز نگرانی کرد. آقای کمالوندی گفت همه عملیات‌های خرابکاری و سایبری در صنعت هسته‌ای کشور را نمی‌توانیم به بازرسان منتسب کنیم، اما بازرس هم می‌تواند عامل باشد. اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در حالی مطرح می‌شود که چند روز پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سفر به تهران با مقام‌های ایرانی دیدار و مذاکره کرده بود، دیداری که به ارائه گزارش این نهاد بین‌المللی درباره کیفیت و کمیت برنامه هسته‌ای ایران انجامید. انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با واکنش‌های مختلفی از سوی مقام‌های حکومتی و رسانه‌های خبری مواجه شد. آقای کمالوندی در این خصوص با ذکر نکته مثبت گزارش آژانس بین‌المللی که همان تطابق و انتظارات ایران بوده است، از انتشار گزارش محرمانه این نهاد بین‌المللی در رسانه‌ها انتقاد کرد. آقای کمالوندی در گفتگو با ایسنا گفت محرمانه بودن این گزارش بخشی از توافق کشورهای عضو با آژانس است و تعهد قانونی و اخلاقی آژانس است که باید نسبت به آن حساس بوده و برای جلوگیری از این مسئله راهکاری را اتخاذ کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران درز اطلاعات محرمانه گسترده که به جزئیات فنی برنامه ایران می‌پردازد را برای دبیرخانه آژانس و کشورهای عضو آن مضر دانست. پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بخش‌هایی از این گزارش در رسانه‌های خبری منتشر شد که به میزان تولید اورانیوم غنی شده بالای 300 کیلوگرم در ایران اشاره شده بود. بر اساس گزارش آژانس، ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 10 برابر بیشتر از سقف توافق در برجام اعلام شد. از همین رو آقای کمالوندی با بیان اینکه ایران پیش از این کاهش تعهدات برجامیش را اعلام کرده بود، این اقدام را طبیعی دانست. با این حال او تاکید کرد لزومی ندارد که جزئیات این تولید در اختیار دیگران قرار گیرد. صرفاً اطلاعات آژانس از روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیاز است که آن هم در جای خود انجام می‌شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران انتشار این اطلاعات را به لحاظ تجاری هم برای کشورهای عضو مضر دانست. پیش از این برخی مقام‌های رسمی در کشورهایی که روابط پرتنشی با ایران دارند، بارها در مورد آمادگی و قصد خود برای ضربه زدن به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران اظهار نظر کرده بودند. با این حال موضوع انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز به قدری مهم بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پس از انتشار خبر این انفجار از اظهار نظر در این خصوص طفره رفت و گفت که تمایل ندارد وارد جزئیات این حادثه شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز فقط به این نکته بسنده کرد که حادثه در تأسیسات نتنز تأثیری روی فعالیت‌های راستی‌آزمایی پادمانی آنها نخواهد داشت. از همین رو آقای کمالوندی در بخش دیگری از گفتگوهایش با اشاره به تحت فشار بودن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت فشار سیاسی واقعیتی بر سازمان هاست. آقای گروسی رئیس این سازمان گفت که فشار هست ولی تلاش می‌کند تا حرفه‌ای عمل کند. وکیل جمعیت امام علی از بازداشت زهرا رحیمی مدیر عامل این سازمان خیریه در روز یک شنبه 16 شهریور خبر داد. سعید دهخان در توییتر نوشت که قرار وثیقه برای خانم رحیمی آخر وقت اداری صادر شده بود که در آن ساعت دیگر امکان تدارکش وجود نداشت. خبرگزاری هرانا نیز در گزارشی نوشت که زهرا رحیمی پس از حضور در دادسرای اوین و صدور قرار وثیقه بازداشت و به قرنطینه بند زندان زنان اوین منتقل شد. خانم رحیمی همسر شارمین میمندی نژاد
بنیانگذار جمعیت امام علی است که روز اول تیر به همراه دو عضو دیگر این نهاد بازداشت شد، اما در حالی که آن دو نفر با قید وثیقه آزاد شدند، آقای میمندی نژاد همچنان در زندان به سر می‌برد. امری که اعتراضات بسیاری را در میان اهالی فرهنگ و هنر و فعالان مدنی برانگیخته است. اتهام او و دو عضو دیگر جمعیت امام علی توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. مشخص نیست که اتهام زهرا رحیمی چیست.